باس باید سخت باشه، اسمش روشه، نباید بشه آسون شکستش داد. ولی بعضی از باس ها از این فراتر میرن، باس هایی که خیلی 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 سختن و بعد از شکست دادنشون احساس قدرت میکنین. من بعد از شکست دادنشون در 99% مواقع آلودگی صوتی ایجاد کردم. از اونجایی که خودتون تنهایی بدون کمک کسی شکستشون میدین، بعدش فریاد خوشحالی سر میدین و اعضای خانواده بهتون مشکوک میشن چرا این داره داد میزنه الکی. توی این ویدیو میریم سراغ همین باسا. اولین باسمون اومگا پایرت در متروید پرایم هستش. ریمستر متروید پرایم باعث شد بخوام یه بار دیگه با این باس مبارزه کنم. دقیقا هم همونطور که انتظار داشتم نبرد آسونی نبود. همین منطقه باس خودش یکم تنگ و ترشه. خود باسم که دیگه قوز بالا قوزه. به نظرم سخت‌ترین باسی که توی بازی وجود داره همین اومگا پایرته. چند تا نکته دربارش وجود داره که اینقدر سختش میکنه. یکیش اتکای دور بردشه که با استفاده از سلاحش بهتون میزنه و کم کم میره رو اعصابتون. دمیجای تن به تن و معمولیش هم دمیج خیلی خیلی بیشتری از دور برده بهتون میزنن. وقتی یکم باش میجنگین و نبردو میبرین جلو، یهو باس غیب میشه. بعدش هم چند تا نیروی کمکی ظاهر میکنه که باید همشون رو نابود کنین. اسمشون هم اگه اشتباه نکنم اسپیس پایرت باشه، دزدان فضایی. نباید بذارین برن رو مختون بچه ها، چون بعد از اینکه چند تاشون رو نفله میکنین، باس اصلی اومگا پایرت دوباره شروع میکنه ظاهر شدن و تا وقتی هم کامل ظاهر نشه نمیشه بهش دمیج داد. توی این فاصله باس میاد قدرتش رو افزایش هم میده، بعدش سریع میتونین بهش دمیج بدین. ولی مگه این نیروی کمکی رو مخش بهتون اجازه میده؟ اگه نتونین از پس اینا بر بیاین خلاص میمیرین. اگه هم بتونین از پسشون بر بیاین، واسه نابود کردن باس اول باید آرمورش رو از بین ببرین. ولی خب یه سری راههایی هم وجود داره که بشه نبرد رو یکم آسون تر کرد. میتونین از آیتمای سوپر میسل استفاده کنین تا بشه دمیج بیشتری بهش زد. بقیه باسای بازی ولی اینطوری نیستن که بشه با یه آیتم نبرد رو آسون کرد. همین باعث میشه پلیر فکر کنه که آیتمای مختلف توی دمیج دادن خیلی کاربرد زیادی ندارن. ولی در مقابل اومگا پایرت این کار جوابه. بازی جزو بازیهای سخت نیست، ولی این باسی که توش گذاشتن واقعا مشکله. بعد از اینکه شکستش میدین یه لبخند ملیح میاد رو صورتتون و احساس قدرت میکنین. اما باس بعدیمون که مطمئنم انتظارش هم داشتین، سلیو نایت گیل در دارک سولز 3. کل باسایی که توی این بازی هستن همونطور که میدونین خیلی خیلی مشکلن و پلیر خودش هم میدونه قراره چی سرش در بیاد. یکیش همین سیستر فریدا که خیلی رفت رو اعصابم و مطمئنم ازش خاطره خوبی ندارین مثل من، ولی به هر حال به نظرم ضدحال ترین و سخت ترین و رومخ ترین باس بازی همین اسلیو نایت گیل هستش. اگه باش جنگیده باشین قشنگ درکم میکنین بچه ها. مشکل من این بود که دقیقا وقتی وارد نسل هشتم شدم اولین بازی که روی کنسولم نصب کردم همین بود، دارک سولز 3. بعد فکر کن با هزار مشکل تمامی باسای بازی رو شکست میدم و بعدش یه از ناکجا آباد یه کاتسین پخش میشه و به میگه باسای بازی هنوز تموم نشدن. موزیک بازی یه جوری بود انگار این باسه نتیجه شکست دادن بقیه باس هاست و داره انتقامشون رو ازم میگیره. باس به نظر میومد دقیقا مثل خود کارکترمون توی بازیه، تونسته راهش رو با مشقت و سختی به این جهان پیدا کنه و بیاد اینجا. اسمش هم به معنی شوالیه برده یا شوالیه زندانیه. این یعنی تونسته از جایی فرار کنه و به اینجا بیاد. ولی خب این برده بودنش به معنی آسون بودنشه اصلا و ابدا. یه جوری بهتون اتک میزنه انگار شما باعث و بانی این سختیایی که کشیده هستین. اتکاش خیلی مختلفن و هیچ رحمی هم تو کارش نیست. هم اتکای دور برد و با استفاده از جادو میزنه، هم اتکای تن به تن و قدرتمند استفاده میکنه در برابرتون. موزیک بازی هم که استرس خالصه. ولی خب جنبه مثبت قضیه اینه که منطقه باس فایت خیلی خیلی بزرگه. اگه کوچیک بود میتونست از چیزی که هستم نبرد سخت تری باشه، ولی کلا نبرد سختیه. به هر حال من با خودم فکر کردم که انگار خود باس اومده موزیکش رو انتخاب کرده، چون این نبرده با بقیه یکم فرق داره. وقتی بتونین شکستش بدین احساس میکنین فرمان روای کل جهان هستین. اگه تا اینجای ویدیو رو دوست داشتین با لایک کردنش بهم کمک بزرگی میکنین بچه ها. اما باس سخت و جذاب بعدیمون سناتور آرمسترانگ در متال گیر رایزینگ.
کمپانی سازنده بازی کلن بهترین باس ها رو تونسته تا اینجا طراحی بکنه. هر بازی که ساختن آخرین باسش یکی از سخت ترین ها و البته درگیر کننده ترین ها بوده. طراحی باس های آخر انگار یکی از دغدغه هاشونه، همیشه هم خیلی سخت درستشون میکنن روی درجه سختی نرمال تازه. ولی واسه من باس آخر متال گیر رایزینگ خیلی خیلی سخت بود و در این حال خیلی هم ازش انرژی مثبت میگرفتم. مگه میشه همچین چیزی؟ فکر کنم فقط من اینطوری بودم. درگیر کننده، سخت و سفت و کاربلد. موزیکش رو هم که خیلی دوست داشتم، فوق‌العاده بود. باس اصلاً باتون شوخی نداره و ضد ضربه به نظر میاد. این بهم نشون داد آدم چقدر میتونه قدرتمند بشه. کلی میره رو مختون، شکستتون میده، حالتون هم کلی میگیره. ولی وقتی بتونین شکستش بدین احساس میکنین تبدیل به خودش شدین، یه حیولا. حداقل حس من این بود. نبردتون با این باس میاد هر چیزی که از اول بازی تا آخر بازی یاد گرفتین و ازتون میکشه بیرون. اینطوری نیست که هر کاری دلتون خواست بتونین انجام بدین در مقابلش. جاخالیاتون باید به موقع باشن و باید بتونین توی یه زمان خیلی کم انتخاب درست و واسه اتک زدن بهش انتخاب کنین. هرچی هم به آخر نبرد نزدیکتر میشین باز سختتر و سختتر میشه. شانس مردنتون خیلی زیاده. جا خالی دادن ولی به نظرم خیلی میتونه کمک کنه اینجا. آیتمایی که هیلتون میکنن هم اینجا خیلی مهمن، نباید بذارین زود تموم شن. کلن یکی از جذابترین نبردی که با باسا داشتم این بود واسه من. واقعا کیف کردم وقتی شکستش دادم، خیلی هم به نظرم به تم بازی می اومد. اما باس بعدیمون سیگرن در گاداوار 4. از اونجایی که بیشتر باسای گاداوار والکری ها هستن اینجا باید یه اشاره به گنو هم بکنیم، ولی از اونجایی که تونستم بدون جاخالی دادن گنو رو شکست بدم پس به نظرم خیلی باس سختی نیست. ویدیوش هم تو کانال گذاشتم اگه خواستین ببینین، راحت میشه پیش بینیش کرد. ولی سیگرن درسته مثل گنو اتکاش خیلی شوکه کننده نیستن، ولی واقعا شکست دادنش سخته. نحوه رسیدن بهش آسون نیست. لحظه اول سیگرن بدون هیچ حرف اضافه میاد بهتون حمله میکنه و خیلی سریع نبرد شروع میشه. این به من حس یه نبرد خونین رو داد، برخلاف گنا البته که مثل مجسمه جلوتون وای میسه اول کار. سیگرن اینجا به نظرم یکی از باس های مخفیه، نه گنا. نحوه رسیدن بهش هم همونطور که گفتم سخته، چون باید قبلش تمامی والکریایی که توی بازی هستن رو شکست بدین تا در نهایت بتونین به ملکشون سیگرن برسین. مکان همه این والکریا رو توی ویدیوهای قبلی نشون دادم. این سیگرنه به هر حال انگار ترکیب تمامی این والکریا است. بدترین اتاکاشون رو برداشته و منتظره در بدترین موقعیت رو سرتون هوارشون کنه. دمیجی که وارد میکنم خیلی زیاده انصافاً. هر چقدرم قدرتمند شده باشین اتاکای کریتوس دمیج خیلی کمی بهش وارد میکنن. اینجا باید فقط برین تو کار حمله و تایم بندی جاخالی دادناتون، چون نبرد یکی از طولانی ترین هم هست. یه حرکت اشتباه انجام بدین تا نصف خونتون کم بشه. ولی با این حال درسته من هی شکست میخوردم، ولی بازم دلم میخواست سری نبرد و دوباره شروع کنم و این دفعه دیگه شکستش بدم. وقتی هم شکستش میدین واقعا حس خوبی بهتون دست میده. اما باس بعدیمون دویل در کاپهد. تقریبا تمامی باسای کاپهد و وقتی شکست میدین بعدش از خوشحالی دلتون میخواد داد بزنین. نکتهش هم اینجاست که بازی اینطوریه که وقتی دارین با باس هاش فایت میدین باید همزمان حواستون باشه پاتون روی تله هایی که توی منطقه هستن هم نره. حواستون به اینا هم باید باشه. ولی خب به نظرم آخرین باس بازی سخت ترینشونه. وقتی شکستش میدین باید توجه کنین که یکی از سخت ترین باس هایی که توی یکی از سخت ترین بازی های ویدیویی بوده رو شکست دادین بچه ها. البته کینگ دایس هم کاری کرد بعد از شکست دادنش خیلی خوشحال بشم و یه آخیش بلند از ته دل بگم، ولی این دویله علاوه بر سخت بودن جذابم هست. نبرد خیلی نبرد همچین طولانی نیست، ولی از اون طرف خیلی خیلی سخته. انیمیشن و حرکاتش هم کلن با بقیه باسا فرق دارن و خیلی عجیب و ترسناکن. واسه من که کوچیک بودم ترسناک بودن. در نهایت میبینین که دارین روی پلتفرم‌های مختلف بپر بپر میکنین و همزمان از دست اتکای نیروهای کمکیش هم جا خالی میدین. وقتی هم بالاخره شکستش میدین انگار یکی از نبردهای غیر ممکنه بازی و برنده شدین. باس همونطور که گفتم یکی از سخت‌ترینا نیست، ولی یکی از اونایی هست که بعد از شکست دادنش بخواین خوشحالیتون رو به اعضای خانواده اعلام کنین. دویل توی کاپدو زدم، خلاص من یه نابغه‌ام. اما باس بعدیمون ایشن در سکیرو.
واقعا نمیشد به این یکی اشاره نکرد. درسته بازی کلن باسای سختی داره، ولی تکلیف این یکی کلن با بقیه جداست. اولش که خودشو بهتون نشون میده، ممکنه حتی یادتونم نیاد دقیقا نقشش توی خط داستانی چی بود، ولی من آخرای نبرد یادم اومد بالاخره که چی به چیه. قبل از نبرد با خودتون میگین خب چه کار کنم، حالا فرار که نمیشه کرد، پس بریم ببینیم چی میشه دیگه، اینوری میریم. اینجاست که 20 بار باش میجنگین تا کم کم حساب اتکاش دستتون بیاد، بعدش میرین سراغش و شروع میکنین جا خالی دادن و دمیج نخوردن. اگه یکی از حرفه‌ای ترین پلیرهای سکیرو باشین، شاید بتونین همون دور اول خودتون رو در مقابلش خوب نشون بدین و کمتر بمیرین. ولی حتی پلیرهای خیلی خیلی ماهر که توی بازی کلی وقت صرف کردن هم یکم طول میکشه به اتکاش عادت کنن. کلن یکی از سخت‌ترین بازهای فرام سافتوره. کاش که حالا یکم سرعتش کم بود، خیلی خیلی سریه، خیلی سری میزنه کارتون رو تموم میکنه و شما هم خیلی سری نبرد از اول شروع میکنین. لحظه ای که بالاخره شکستش میدینم واقعا محشر و خارق‌العاده است. بقیه یه باسای بازی وقتی میخواین بهشون ضربه آخر رو بزنین، یه دونه میزنین و خلاص. این یکی دو تا ضربه آخر باید بخوره تا نفله بشه. یکی از لذت بخشترین پیروزیایی که میتونین تجربه کنین اینجا واسهتون رقم میخوره. اما باس بعدیمون بازی دویل می کرای ورجیل. از اولش هم بازی آمادتون میکنه با این ورجیله روبرو بشین. دویل میکرای 5 تا اینجا آخرین بازی این سری بوده، ولی کپکام اصلا واسش کمکاری نکرده. کپکام کلن به باسهاش معروفه و از اولش هم خیلی روی باسهاش تمرکز زیادی میکرده، از همون مگامن تو الان. ورجیل اینجا بهترین و بدترین و مشکلترین بازیه که همزمان میدونین از کپکام انتظار داشته باشین توی بازیاش بذاره. نبرد نبرد خونینیه، خیلی هم جذابه و خیلی هم طاقت فرساست. بیشتر باید روی جا خالی دادن تمرکز کنین تا دفاع. من که واقعا از نبرد لذت بردم. در مقابل باسای بازیای سولز لایک اونقدرم سخت به نظر نمیرسه، البته چون میتونین بعد از اینکه مردین با استفاده از یه آیتم خاص خونتون رو کاملا پر کنین و به نبرد برگردین. ولی باس سخت‌ترینشون بین بقیه باس‌های بازیه. به نظر من توی کل سری بازی‌های دیویل می کرای هم کلن یکی از سخت‌تریناست. کلن تو کار حمله است ورجیله. خیلی هم سریه، خیلی هم باوشه. تونتون میاد نحوه اتک زدنشو تغییر میده تا پلیر حواسش پرچه و جا بزنه. توی درجه سختی‌های بالاتر انگار دارین واقعا با یه پلیر دیگه فایت میدین تا یه باس کامپیوتری. اتکاتون رو حفظ میکنه و به موقع واکنش نشون میده نسبت بهشون. روی درجه‌های بالاتر باش فایت ندین بچه‌ها کلاً، ولی وقتی شکستش میدین واقعا حس محشر و معرکه‌ای داره. چه با دانته بکشینش چه با نیرو، من با دانته شکستش دادم. 100% بازی جدیدشون باید تو راه باشه، نمیشه انتظار داشت دیگه ادامش ندن. ولی بعد از این نبرد کل سری تموم میشه. ولی به نظرتون بازیای جدیدی که تازگی ها منتشر شدن همشون آسونن؟ اگه میخواین با سخت ترین باس ها توی همین بازیای جدید پارسال آشنا بشین، با کلیک توی صفحه میتونین ویدیوی مربوط بهشون رو تماشا کنین. توی ویدیو بعدی میبینمتون. فرار.